بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى می فرماید آیا کسانی را ندیدی که گمان میکنند که به آن چی به سوی تو نازل کرده شده است ایمان آورده اند میخواهم کارهای خیش را به محاکمه سرکش برند و حالا آنکه به آنها فرموده شد که از وی منکر شوند و شیطان می خواهد که آنها را به گمراهی دور اندازد تا آخری آیت ها. این باب به باب پیشین رابطه استوار دارد، زیرا در باب پیشین حکم کسی است که عالمان و امیران را در حلال شماردن آنچه که الله حرام گردانیده است یا حرام گرداندن آنچه الله تعالی حلال گردانیده است می باشد. در این باب این کار کردن بر کسی است که می خواهد به غیر الله دادرسی کند. فرمود که آیا ندیدی، یعنی سؤال است که مراد به آن تقریر و تعجب کردن از حال آنان است و خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم است و فرمود که گمان میکنند، یعنی نگفتند کسانی که ایمان آوردند، زیرا آنها ایمان نا آوردند بلکه گمان میکنند که آنها دروغگویند. و فرمود که و شیطان میخواهد، یعنی جنس است، شیطان های انس و جن ها در بر میگیرد. و فرمود که این که آنها را به گمراهی دور اندازد، یعنی آهسته آهسته آنها را در گمراهی دور از حق اندازد. و فرمود که منافقان را میبینی، یعنی در جای زمیر آوردن اسم آشکار آوردن برای سه فایده است. فایده یکم، آنهایی که گمان ایمانداری میکنند منافقان بودند. فایده دوم، این از منافق سر میزند، زیرا مؤمن حقیقی به مانعه حتما سر فرو میارد. فایده سوم، تنبیه، زیرا سخن بر یک روش باشد گاه غافل میشود، پس هر گاه روش تغییر آگاه شود. شیخ اسلام رحمه الله گفت البته این آیت ها پر بر اهل تحریف و تعویل در صفات های الله سبحانه و تعالی مطابق می آید، زیرا اینها می گویند آنها به الله و رسول او صلی الله علیه و سلم ایمان دارند و هر گاه برایشان گفته شود به سوی آنچه الله نازل کرده است و به سوی رسول بیایید رو می گردانند و باز می دارند و می گویند به سوی فلان و فلان می رویم و هر بار به آنها اعتراض شود گویند ما احسان و توفیق و جمع آوردن بین دلیل های عقلی و نقلی را می خواهیم. اکنون دلیل دوم این است که الله سبحانه و تعالی فرمود و چون به آنها گفته شود در زمین فساد کاری نکنید گویم جز این نیست که ما خود اصلاحگرانیم. و دلیل سوم این است که الله سبحانه و تعالی فرمود و در زمین بعد اصلاح آن فساد نکنید. و دلیل چهارم این است که آیا حکم جاهلیت را میخواهند؟ چی کسی بهتر از الله برای گروهی که یقین دارند حکم میکند؟ الله سبحانه و تعالی فرمود که و هرگاه به آنها گفته شود در زمین فساد نکنید، یعنی در زمین فساد کردن دو نوع است، فساد حسی مادی، این مانند ویران کردن خانه ها و فساد کردن راه هاست. دوم فساد معنوی، این به صادر کردن معصیت هاست، پس این از بزرگترین فساد در روی زمین است. و الله فرمود که همان ما اصلاح کنندگانیم، این از باطل ترین دعواهاست، پس الله حصر آنها را و بزرگتر از آن مقابله کرد، پس آنهایی که در زمین فساد می آورند و ادعای اصلاح می کنند آنها در حقیقت فسادکارانند نه دیگران. و فرمود که بعد اصلاح آن، یعنی از طرف اصلاحکاران و از جمله این در ضد دعوت اهل علم و دعوت سلف و کسی که شریعت را حاکم می گیرد استادن است. و فرمود که آیا حکم جاهلیت را می خواهند؟ یعنی سوال برای سرزنش است، یعنی آن جز حکم جاهلیت را نمی خواهند.
و جاهلیت احتمال دو معنا را دارد. جاهلیتی که پیش از رسالت بود و جاهلیتی که بر جهل بنا یافته است. و فرمود کی از الله بهتر حکم میکند؟ یعنی یگان کس بهتر حکم نمیکند و این معنایی به مبارزه دعوت کردن را دارد. دلیل پنجم از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یکی از شما ایمان نمی آورد تا که خواسته هایش تابع شریعت من باشد. امام نووی رحمه الله میگوید این حدیث صحیح می باشد و آن را در کتاب الحجت با اسناد صحیح روایت کرده ایم. دلیل ششم این است که شعبی میگوید در بین دو نفر که یکی منافق و دیگر یهودی بود مسئله رخ داد. یهودی گفت نزد محمد برویم تا بین من و تو داوری بکند، چون می دانست که این رشوه نمی گرد. اما منافق قبول نکرد و چون می دانست که عالمان یهود رشوه می گرند، گفت نزد یکی از عالمان یهود برویم. و هر دو اتفاق کردند و نزد کاهنی که در منطقه جوینه زندگی می کرد بروند. آنگاه الله سبحانه و تعالی آیت فوق را، آیت در بالا ذکر شده را نازل نمود. آیا ندیدی کسانی را که گمان میکنند که به آنچه به سوی تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان آوردند؟ تا آخر آیت. و در روایت دیگر گفته شد این آیت درباره دو نفری که با هم دیگر خصومت داشتند نازل شد. یکی اش گفت نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم برویم، دیگری گفت نزد کعب ابن اشرف یهودی برویم. سپس نزد عمر رضی الله عنه رفتند و یکی از آنان گفت ما چنین کردیم یا قصد داشتیم که چنین بکنیم. عمر رضی الله عنه از کسی که به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی نشده بود پرسید رفیقت راست میگوید؟ گفت بله. عمر رضی الله عنه شمشیر را برآورد و سرش را زده او را کشت. فرمود که ایمان ندارد، یعنی ایمان کامل، مگر وقتی که تماما نخواهد پس از او ایمان نفی می شود. جماعتی از عالمان حدیث را ضعیف گفتند ولیکن معنایش درست است. و فرمود که از منافقان، یعنی او کسی است که اسلام را آشکار و کفر را پنهان می کند. و فرمود که یهود، یعنی آنها به دین موسی علیه السلام منسوبند و یهود نامیده شدند. یکم، زیرا آنها گفتند ما به سوی تو بازگشتیم. دوم، یا نسبت به سوی پدرشان یهوزا است. و فرمود که به سوی محمد صلی الله علیه و سلم او را به صفت رسالت ذکر نکرد، زیرا آنها به رسالت او صلی الله علیه و سلم ایمان ندارند. و فرمود رشوه، یعنی آن مال است که به خاطر رسیدن به چیز پرداخت می شود. اکنون مسئله های این موضوع. یکم، تفسیر آیت سوره نساء آن چیزی که در آن است بر فهمیدن کلمه طاغوت یاری می دهد. آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند که به آنچه به سوی تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان آوردند؟ دوم، تفسیر آیت سوره بقره و هر که برای آنان گفته شود در بالای زمین فساد نکنید، پس در این دلیل است که نفاق فساد در زمین است. زیرا آیت در رویش منافقان است و فساد همه معصیت ها را فرا می گیرد. سوم، تفسیر آیت سوره اعراف و در زمین بعد اصلاح آن فساد نکنید. چهارم، تفسیر این فرمودی الله تعالی که فرمود آیا حکم جاهلیت را می خواهند؟ یعنی و جاهلیت هر چیزی است که مخالف شریعت است و به جاهلیت اضافه کرده شد به خاطر از آن نفرت کردن و بیان زشتی آن و اینکه آن بر جهل و گمراهی بنا شده است. پنجم، سخن شعبی درباره سبب نزول آیت یکم. ششم، تفسیر ایمان صادق و کاذب، یعنی ایمان صادق کاملا سرفرو آوردن و قبول کردن و برای حکم الله و رسولش تسلیم شدن را لازم میگرداند و ایمان دروغین برخلاف این است. هفتم، قصه عمر رضی الله عنه با آن منافقان.
هشتم برای یک کس ایمان به دست نمی آید مگر بعد از اینکه خواهشات انسان پیروی آن دستورات باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده اند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.